سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما رو همینجا کوکتل تیوی، خیلی خوش اومدید به یک رپ هواشی دیگه. متاسفانه رپ هواشی امروز خیلی تلخه. امروز با خبر شدیم که مادر آشنا عزیز بعد از دست و پنجه نرم کردن با بیماری سخت سرطان درگذشت. این خبر رو با یه سری استوری آشنا اعلام کرد. تسلیت میگم بهش، امیدوارم غم آخرش باشه. واقعا درد سختیه. استوری هاشو با هم میبینیم، به علاوه استوری اشخاصی که تسلیت گفتن به آشنا. بچه ها چطورین؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه و همه چی وقف مراد باشه. میخواستم یه خبری رو بدم بهتون. حالا نمیخوام ناراحتتون کنم، ولی اینکه مامانم رفت. بله، مامانم رفت و میدونم که الان جاش خوبه و میدونه که چقدر دوستش دارم و بهش افتخار میکنم. میدونم شاید هم نیانا الان بغلم نشسته، بالاخره تونسته راه بره. و میدونم که این مدتی هم که نبودم به خاطر مادرم بود و این داستانا. دوست داشتم وقتی مثلا برگشتم خبر سلامتیش و اینا رو به شما بدم، ولی خب نشد اینطوری. همین نمیخوام زیاد حرف بزنم، بهتون انرژی بد بدم. و اینکه میدونم
تسلیت به آشنا و خانوادش. روح مادرت شاده، نگران نباشی، قهرمان تربیت کرده. خیلی درد سختیه، امیدوارم که روح مادرش شاد باشه و مطمئنم شده. از همینجا به خودت میگم آشنا جان، مطمئن باش که مادرت به شدت بهت افتخار میکنه قبل از اینکه بره موفقیتتو دید، و مطمئنم که بسیار خوشحاله که تونسته همچین مردی رو تربیت بکنه که خودش میتونه رو پای خودش وایسته و خیالش راحته از اینکه میتونی زندگیتو بسازی، و مطمئن باش که به شدت بهت افتخار میکنه. ما رو تو غم خودت شریک بدون، امیدوارم که غم آخرت باشه. جا داره اینجا یه نکته رو بهش اشاره بکنیم. خب همونطور که تو استوری ها دیدید، مشکی هم برای آشنا استوری زد و تسلیت گفت و بعد از این داستان همدیگر رو فالو کردن، و این خوبه که بچه‌ها به هر حال اون داستانی که تو رپ هست و با زندگی واقعی خیلی درگیر نمیکنن و حرکت قشنگیه. از این اتفاق که بگذریم، خب دیروز دیدیم که معاون هنری وزارت ارشاد مثلا راجب رپ گفته بود، و اونم این بود که اگر رپرها میخوان مجوز بگیرن باید پاپ بخونن. آرتیست های دیگه هم دیروز واکنششون دادن، از جمله اونها علی جیدال بود که اینگونه نوشت: جون چه رپرهای ناناسی بشن اونا، قیافشونو ببین، ذره فرهنگ هنر شعور توش قاچاقه، بعد معاون فرهنگی تو اون مملکته، فوش به شما هست، شیر مادر حلال تره، یک مش وطن فروش خایمال فلسطین، هنرمندها رو زندانی و دربدر کردین، آدم فروشی و مخبری و جاسوسی رو رواج دادین، رفتنتون واقعا دیدن داره، اینم تو جمهوری اسلامی. اما عرفان هم واکنششون داد، واکنشش کنایه آمیز بود و مثالهای اینگونه زد: فوتبالیست برای دریافت مجوز باید پینگ پونگ بازی کنه، زنان خواننده برای دریافت مجوز باید مرد بشن، گربه ها برای دریافت مجوز باید موش بشن، خلبان ها برای دریافت مجوز باید راننده اتوبوس بشوند، نجارها برای دریافت مجوز باید جوشکار بشن. حمید صفت هم به این موضوع واکنش نشون داد، شاید آخرین کسی بود که فکر می‌کردیم واکنش نشون بده، اما همچین استوری گذاشت: این یارو کی عکس ما رو گذاشتن حرف زده باید پاپ بخونن؟ اصلا کی با تو حرف زده؟ اصلا کی گفته بیا مجوز بده؟ چی میگید؟ ما رو هم تو جریان بذارید. اشکان کاگانم تو کانال تلگرامش اینجوری واکنششون داد: فلان که پاپ خوناتون دارن رپ میخونن. اما این تنها اتفاق راجع به اشکان کاگان نبود، یه همچین استوری هم گذاشت که قابل تأمله: 3000 میلیارد تومان درآمد ترکیه از کنسرت خواننده‌های ایرانی در شهریور 1403، فقط توی شهریور. و جزیره کیش میزبان روزانه 10-12 پرواز، که نشون میده چه ارزی داره خارج میشه برای اینکه ملت بتونن ببینن آرتیستایی رو که دوست دارن، به جای اینکه توی کشور خودشون باشن و اون نقدینگیه و ایجاد شغله داخل کشور خودمون باشه. اما وکیل توماج سالهی همچین توییتی گذاشت و خبر خوبی رو داد، مثل اینکه از اتهام فساد تبرئه شده، اما خب در جهت پخش اکاذیب رایانه‌ای و اختلال در نظم همچنان حکمی واسش دور نشده و باید منتظر باشیم ببینیم چجوری میشه. با این احتساب اون حکم اعدامی که داده بودن دیگر نیست، خبر خوبیه، امیدواریم به زودی توماج آزاد بشه. ایرز جی جی هم که این چند وقته خیلی داره کانیه وست بازی در میاره توی به هر حال توییتر، یا همون بهتر بگیم ایکس، و دیروز هم خوندیم یه توییت حواشی داره دیگه گذاشته بود، جنجالی دیگه، نوشته: هر وقت یکی میگه با انگات حال نمیکنم ناراحت میشم و بعد بغلش میکنم، چون میدونم زندگی چقدر سخته برای اونایی که مشکل شنوایی دارن. یه توییت هم از ایهود داشتیم که این شکلی بود، نوشته: اولا که ریدم تو فرهنگی که سازندش 4 تا رپ کن باشن، بعدش هم به کون پدرش خندیده، هر کی بهت یاد داده میخوای رپ کن شی، آهنگساز شی، باید مواد بزنی، سر کار نری، لش باشی، فلان. خیلی ها از رپرها انتظار دارن که تراتمیزتر کار بکنن و این داستانا، چون به هر حال نگاه های زیادی روشونه، مخصوصا نگاه های سنینی که در حال شکل گرفتنن، و خب این انتظار پیش میاد. اما یه نگاه به بقیه جا هم بکنیم، مشکل ها، اون اتفاقاتی که اون فضایی که این نوع ذهنیت رو جا انداخته، مشکل به نظرم خیلی عمقی تر از این هاست که بخوایم گیر بدیم به این رپر که آقا چرا داری مثلا راجع به فلان چیز میخونی. خب این بود از رپ حواشی امروز، امیدوارم که لذت برده بوده باشی. تا ویدیو بعدی، لایک و سابسکرایب با این داستانو یادتون نره. سی یو سون.